سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو قبرس. کیان صدیقی هستم و اخبار روز دوشنبه در خدمت شما هستیم. خیلی خوش اومدید به اخبار روز دوشنبه. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. بریم سراغ برنامه چه خبر؟ با کیان. چه خبر؟ سلامتی. خوبم. قبل از اینکه بریم سراغ اخبار، مثل رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بفشارید دکمه یوتیوب رو، بفشارید سابسکرایب کنید و دکمه زنگولش هم بزنید، عشق کنید، به جمع رادیو قبرسی ها بپیوندید. بریم سراغ اخبار. اعتراضات در خصوص قرنطینه 7 روزه در جریانش که هستید، قرار بود که کسانی که از ترکیه وارد میشن 7 روز قرنطینه بشن، اما حالا 6 اتحادیه سازماندهی شده در ورودی و خروجی های کشور که ساعت 1 بعد از ظهر امروز برای به اجرا درآوردن پیشنهاد کمیته عالی بیمارهای واگیر به دولت برای قرنطینه اجباری فرصت داده بودند، در پی عدم اظهار نظر دولت، این اتحادیه تا ساعت 12 شب در ورودی و خروجی کشور اعتصاب خود را شروع کردند. دم شما گرم که اینقدر ارزش قائلید برای کشورتون. دلم تنگ شد. یه خبر باحال دیگه داریم، اینو گوش کنید. شخصی که با نتیجه آزمایش PCR منفی از ترکیه به قبرس شمالی اومده بود، پس از اینکه نتیجه آزمایش مثبتش به او اطلاع داده شد، چمدونش رو جمع کرد و مخفیانه از در پشتی هتل کلونی فرار کرد. هتل کلونی در گیر هستش. طبق گزارشات به دست اومده، وی سپس با کشتی به ترکیه بازگشت. اصلا کی اومد؟ کی رفت؟ کی تست داد؟ کی نتیجه تست اومد که منفیه؟ کی نتیجه تست اومد که مثبت؟ بعد به یارو گفت. دکتر لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، اعلام کرد که از دیروز تا امروز 6 مرداد ماه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2434 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور پیدا شد و 212 بیمار متاسفانه جان باختن. بحث کشور عزیزمون شد. حتما این خبر رو شنیدید. معاون سازمان محیط زیست ایران با تاکید بر اینکه حتی 1 سانتی‌متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست، گفت از طریق رئیس قوه قضاییه پیگیر موضوع وقف بخشی از اراضی کوه دماوند خواهیم بود. آخه یعنی چی؟ کوه دماوند چجوری میتونه وقف بشه؟ اصلا صاحبش کیه؟ کی گفته که من اینو میخوام وقفش کنم؟ مگه اراضی ملی نیست؟ مگه اموال عمومی نیست؟ کی گفته من میخوام بدم بره؟ الان ضحاک در بند دماوند در بند کیست؟ چند گفتن نه؟ الان مدیر کل اوقاف مازندران اومده در دفاع از خودش، گفته که نه آقا، اینطوری هم که میگین نیست، فقط یه یال کوچیک کوه من برداشتم، یعنی درست 1/11 کوه دماوند، و سندش از سال 82 صادر شده بوده. از سال 82 این داستان بوده و الان تازه افشا شده. خدا رو شکر که الان شده، میتونست بعدم بشه بهتر. خدا رو شکر. اگه اینجوری که خب ما هم بدیم بره دیگه، ما هم هرچی داریم بدیم بره. ستون سمت چپی جنوب مقبره کوروش سایه داره به سمت دریا، اصلا اشغال میکنه، از بالاش که نگاه کنی همه چی معلومه. 120 تومن نبود؟ بدم؟ 130؟ جانم؟ نه 90 که همین یعنی 130 قیمه. 90 بخوای میتونم مال داریوش بهت بدم. ببین بالای ستون وایسی کامل 100 رو میبینی. 100 قشنگ اون 100 هم که میگن اگه ساخته بشه کل هخامنشی میره زیر آب. الکی من برای فامیل خودمون یه ستون بردم، عشق کردن، عالیه. تا همی که ببر بنویسم. بله یه ستون دیگه داریم، اونم دادیم رفته. خب قبل ما بچه‌ها دادن رفته، اونم هیچی. آقا اصلا هر چی داریم بفروشیم. لیوان رادیو قبرس 30 تومن نبود؟ امین آره امین با دوربین بلد کار کنه، فیلم بردار حرفه‌ای، خودش که ریشاشو دیدین، ریش پر داره، پرمو، مردونه، زور زیاد، هر کی برده راضی بوده. این وسط حالا این اواخری دستی خان دکتر بوده، برده اوورده، اصلا دست نخورده، آماده به کاره. امین با دوربیناش کمیسیون داخل 90 بدم. 2 لیوانم بچه‌ها میذارن. یعنی چی آخه؟ هر چی داریم و داریم میدیم میره. ستون تخت جمشید فروختن، بردن
برای کادر چشم‌پوشانی اولین زبون باز کرده پسر فامیلمون. واقعا قشنگ آدم تو قلبش انگار یه خنجر دارن فرو میکنن به چیزایی که همیشه بهش افتخار میکردیم و دارن میدن به مردم. یعنی شما از اموال مردم داری بر خودت افتخار میبافی. واقعا قشنگ نیست؟ بله؟ با من کار دارن؟ وسط برنامه؟ آه یه آقای اومدن؟ ادامه اخبار. تمامی تصمیمات گرفته شده درباره کوه دماوند به حق می باشد و دوراندیشی های لازم انجام شده است. هر حرفی من زدم، من نمیدونم کی زده، من که نزدم. هر حرفی از طرف من گفته شده مال من نبوده. این حرفایی هم که شما دیدید چند دقیقه پیش ادیت بوده. اول حرف و آخر حرف منو زدن. درسته ادیتور خودمم، ولی من این کارا رو نکردم. اصلا به من هیچ ربطی این ننگا به من نمیچسبه. من لفکه 36 درجه، گیرنه 36 درجه، لفکوشار چند بگم؟ 39 درجه، فاماگوستا 36 درجه، کارپاس 32 درجه، لارناکا 35 درجه، پافوس 32 درجه و لیماسول چند بگم؟ خودتون می لیماسول 35 درجه می باشد. ممنون از اینکه رادیو قبرس انتخاب رادیو قبرس اوکی دیگه. رادیو قبرس انتخاب میکنید. تا قسمت بعد منو به خدای بزرگ بسپارید. فعلاً.